حکایت آن زن کی گفت شوهر را کی گوشت را گربه خورد شوهر گربه را به ترازو برکشید گربه نیم من برآمد گفت ای زن گوشت نیم من بود و افسون اگر این گوشت است گربه کو و اگر این گربه است گوشت کو بود مردی کت خدا او را زنی سخت تناز و پلید و رهزنی هرچه آوردی تلف کردیش زن مرد مستر بود اندر تن زدن بهر مهمان گوشت آورد آن معیل بهر مهمان گوشت آورد آن معیل سوی خانه با 200 جهد طویل زن بخوردش با کباب و با شراب مرد آمد گفت دفع ناسواب مرد گفتش گوشت کو مهمان رسید پیش مهمان لوت می باید کشید گفت زن این گربه خورد آن گوشت را گوشت دیگر خر اگر باشد حلا گوشت دیگر خر اگر باشد حلا گفت ای ایبک ترازو را بیار گربه را من برکشم اندر عیار برکشیدش بود گربه نیم من پس بگفت آن مرد که ای محتال زن گوشت نیم من بود و افزون یک ستیر هست گربه نیم من هم ای ستیر این اگر گربه است پس آن گوشت کو ور بود این گوشت گربه کو بجو بایزی در این بود آن روح چیست وروی آن روح است این تصویر کیست حیرت اندر حیرت است ای یار من این نه کار توست و نه هم کار من هر دو او باشد ولی که از ریع زرع دانه باشد اصل آن که پر فرع حکمت این عذاب را با هم ببست ای قصاب این گردران با گردن است روح بی قالب نداند کار کرد قالبت بی جان فسرده بود و سرد قالبت پیدا و آن جانت نهان راز شد زین هر دو اسباب جهان خاک را بر سر زنی سر نشکند آب را بر سر زنی در نشکند گر تو میخواهی که سر را بشکنی آب را و خاک را برهم زنی چون شکستی سر رود آبش به اصل خاک سوی خاک آبید روز فصل حکمتی که بود حق را ز ازدواج گشت حاصل از نیاز و از لجاج باشد انگه ازدواجات دگر لا سمع اذن و لا عین و بصر گر شنیدی اذن کی ماندی اذن یا کجا کردی دگر ضبط سخن گر بدیدی برف و یخ خورشید را از یخی برداشتی امید را آب گشتی بی عروق و بی گره زاب داوود هوا کردی زره پس شدی درمان جان هر درخت هر درختی از قدومش نیکبخت آن یخی بفسرده در خود مانده لا مساب سی با درختان خامده لیس یعلف لیس یعلف جسمه لیس لا شه و نفس قسمه نیست زاویع زو شود تازه جگر لیک نود پیک و سلطان خزر ای ایاز استاره تو بس بلند نیست هر برجی عبورش را پسند هر وفا را کی پسندد همتت هر صفا را کی گزیند صفتت